میتونه یه هنرمند در خلوت خودش با کاری که داره، با عنایتی که بهش شده، راز و نیاز کنه، عشق بازی کنه، عشق ورزی کنه، و اون عشق ورزی، عشق بازی و تحولی که در وجودش میاره با اون عشق، اینقدر میتونه که گسترش و گسترش پیدا بکنه که دیگه اون حالت فیزیکی، حالت ظاهری اون معشوق براش دیگه رنگی نداشته باشه. برید پیدا کنید اون خالقی رو که برای اون این معشوق رو خلق کرده. بیانه یه مویی که یا صورتی یا دستی یا یه معشوقی که در معرض تحول هست، در معرض نابودی هست، سخنی نیست که اینقدر بخواد که درباره صحبت بشه. تمام اینها، تمام این عناصر برمیگرده به اینی که ستایش از خداونده. به نظر من در مورد تابلو مولانا و شمس، من هر وقت که بخوام یه اثری به وجود بیارم، یه کاری بکنم، سعی میکنم که خودم رو واقعا در معرض اون هیجان، اون حالت، اون مود، اون اثر بگذارم، تا اینکه اثر من یه صمیمیت بیشتری ما بین خود من و ما بین اثر، ما بین بیننده پیدا بکنه. هم معشوق نقش عاشق رو میکشه، هم عاشق نقش معشوق رو میکشه. یعنی اینقدر عاشق نقش معشوق براش اهمیت پیدا میکنه که خودش معشوق میشه، یا برعکس. به این تابلو اگه آدم نگاه بکنه ببینه که اون حالتی رو که احساس میکنه مولانا نسبت به شمس، اون بزرگی، اون نور، اون نجات، اون رهنمایی، و دست هایی که شمس داره نسبت به حالت مولانا، ببینیم یه دست های تقریبا نجات بخش و یه دست های هدایت کننده. آیا شمس نور بوده؟ نور خدا بوده؟ آیا شمس انسان بوده؟ آیا شمس چه حالتی داشته؟ رومی اینقدر در راه افکار اندیشه های خودش مستغرق شده بوده که رومی خودش دریا میشه. اصلا خود رومی اون دریا میشه.